دیگه امروز هوا خوبه، بزنیم بریم شهر رو بگردیم، یه دو سه ساعتی دور بزنیم و ورزش کنیم. خوبیه یک شنبه اینی که خیلی ساکته. ببینین خیابونا خلوته، میشه قشنگ دوچرخه سواری کرد. خیلی خوب ساکته. بعد تابستون هم هست، خیلی رفتم مسافرت، خیلی میچسبه وقت تو آرامش و سکوت. این مقابل منه، البته این سمت چپ من باید اگه ببینین قسمت دوچرخه هست و سمت راست همطور که گفتم مال ماشینه. هیچ کس نیست. اینم پشت من، اینم روبروی من. این عالیه. من همیشه دوست دارم بعد از ظهر یک شنبه بیام بیرون که خیلی سکوت ساکت عالیه. مثلا بودین کلا هم بذارین، چی این هدبنده ای که برای سره بذارم، برای اینکه دیدم باده، باز برای اینکه این سینوزیتام چیز نشه بعدم باد نخوره. حالا اینجوری بهتره. نه اینجا بهتر دیده میشه. قشنگ این سینوزیتا رو والا خیلی بهتر شد. این کاپشن هم در آوردم چون گرم بود. والا اینجوری بهتره. آماده ای؟ بریم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو همه سوند پشت سر میذارید. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو همه سوند پشت سر میذارید. شما که راه میری یه جوی دین رو آدم پیدا میکنه، خیلی قشنگه. ببینید محرکه هست، مخصوصا این هنری که اینجا. واو، این خونه رو نگاه کنین. واو، من یه پیک. واو، let's go to the right. خب این کلیسای روساس که از این طرف بریم میخوریم به شانزلیزه و این طرف میخوریم به موزه لوور. ما به این طرف میریم که بخوریم به انوالید و موزه لوور. حتما این کلیسای روسا رو بازدید کنیم، خیلی قشنگه. خب ما سعی میریم میکشیم سمت راست. این قسمت خیلی ساکت آرومه و اینکه چون یک شنبه هم هست بیشتر آرومه و ساکت تره. اون قسمت به رود سنه که همینجور ادامه پیدا میکنه. ما اینو مستقیم میریم. الان اینو مستقیم بریم میرسیم به ایر فرانس، شرکت ایر فرانس، و میشه بگیم قلعه بزرگ و قلعه کوچیک. و اینکه انوالید، حالا میریم جلوتر تا بهتون نشون بدم که این مگه گفتم چی هست و کجاست. دنبال کنین، بریم جلوتر تا ببینین. جای همه از اون خیلی خالی، خدایی هم آرومه هم ساکته. بهترین موقعیت چرخش سواری یک شنبه هاست که خیلی ساکت و آرومه، مخصوصا بعد از آراش. خب حالا همینو مستقیم میریم. اینجا دقت کنین کلیسه رو، هر دفعه اومدم کلیسه تحت بسته بوده ولی امیدوارم یه روزی بیام که بتونم برم توی کلیسه. ببینین عالیه. آو پسرش چی بود کلون خوبی میداد. خب بریم. خب اینم همون جور که بهتون گفتم اولینه. اونجا برج مونپارناسه. این قسمت ایر فرانسه که بهتون گفتم. این طرف میره به طرف شانزلیزه و قلعه بزرگ و قلعه کوچک که اونجاست. و این مستقیم به اون قسمت میخوره به شانزلیزه. این قسمت میره سمت سن میشل. حالا اینجا رو حتما دیدن کنیم، ولی ما این رو راهو مستقیم میریم تا برسیم به بوشکوش نوتردام. ببینید دو چرخ سوارا رو. من از این قسمت میرم یکم خلوت‌تره و یعنی راه‌های خاصی دارن دو چرخ سوارا. اوکی لیتس گو. اینجا وزارت امور خارجه اروپا، نمیدونم چجور بهتون ترجمه کنم، وزارت اوروب و اترانجه، یعنی وزارت امور خارجه بیشتر،
والا ببینید چه قشنگه، تمام پرده ها اگه دقت کنید مرتب به یه شکل، واقعا تمیز، واقعا قشنگ. بچه زن ساختمونش حرف نداره، اونم در به ورودیشه. حالا همینو مستقیم میریم. خب اینم مجلسه، ببین چه از زیباست، والا اسامبل ناسیوناله، مجلسه و اینو مستقیم میریم. این هم اون قسمت کنکورد و میره به اون طرف موزلو، ولی من اینو مستقیم، والا اونم چرخ و فلک معروف جای کنکورده که الان جشنه تا ساعت یک شب، اینو مستقیم میرم پایین. عاشق این خیابونم هستم، مستقیم میری میخوره به طرف کلیسای نوتردام. همینجور که مستقیم میری و اینکه دانشگاه سوربن هم هست، همینطور مستقیم میری. ساختمان رو ببینید چه عالیه، قشنگه، تمامش طرح دوره عثمانه، هیچ کدومش هم دست نخورده، همین اون حالت اولیه‌شون هستن. این قسمت هم که من دارم میرم جای دوچرخه‌ها، خوشبختانه میتونم هم فیلم بگیرم هم عکس بگیرم، تعادلم خوبه با دوچرخه. حالا چش نکنم خودمو، آینه هم دارم از کنار نگاه میکنم، اگر ماشین بیاد چیز نمیکنم، زیاد زیاد روی هم نمیکنم. ولی ببینید چقدر خلوته، ببین پشت منو، این برای ببینین عالیه، ببینین خوبی دوچرخه اینه که وقتی که از این کوچه های اصلی به کوچه های فرعی میای، ببینید چیز قشنگی پیدا کردم. واو، کلیسای، حتما میام که ببینمش. خب حالا برمیگردیم میریم به سمت خیابون اصلی. کلیسای سن ژرمن هستش و این دوتا باری که اینجا میبینین نویسنده ها، کف فلا و کف مگو، لدو مگو، اینها نویسنده ها و نقاش های معروف و آدم های معروف میان توش کفه، یا حالا بیشترشون ها، نه همه ها، میان اینجا برای قهوه خوردن و شام و ناهار. خب ما اینو قسمت مستقی میریم، خیابون سن ژرمن. این طرف میره به طرف مونپارناس. یکم برم جلوتر، این تور مونپارناس هم میبینین. البته این قسمت ها یکم برم جلوتر که شما بیشتر ببینین. حالا این قسمت تور مونپارناس. حالا اونجا هم دارم میزنن نوازنده. خیلی عالی. خب ما این قسمت ما سمیم، اینم رسیدیم به کلیسای نوتردام، گوش پشت نوتردام. والا و این هم دادگستری هستش. این قسمت اونتم موزه لوبره. ما سعی میکنیم از این قسمت برم برگردم برم به طرف موزه لوبره و بریم به طرف برج ایفل. ببینید وقتی یه دور میزنی تمام پاریس با دوچرخه میشه در عرض دو سه ساعت زد، اگه تمام خیابون و راه ها رو بلد باشی. خب ما اینو مستقیم میریم. قسمت رودسنه که نگاه میکنین، اینجا که میبینین بهش میگن ساحل پاریس، به مدت به اندازه 15-16 کیلومتر میبندن راهو و حالت شنی اینو درست میکنن برای کسایی که نمیتونن برن مسافرت توی پاریس، حالت انگار پلاژ و ساحل در بیاد برای کسایی که نمیتونن برن مسافرت. حالا ببینید این قسمت، خب ما اینو مستقیم میریم پایین. دادگستری هستش از اون بر که بهتون نشون دادم، این در اصلی دادگستری. یکی دیگه از یک ویزایی که طرف سن میشل عالیه و رسیدیم به موزه لوور. این پشت موزه لووره، این طرفش دیگه در به اصلی و اینا شروع میشه. خب من اینو میرم جلوتر تا ببینم. موزه لوور انقدر بزرگ هستش که تا اون ته که من میرم ادامه داره، یعنی من اگر این دوربین رو بگیرم به مدت 10 دقیقه این همین جور ادامه پیدا میکنه. آقا اینو رچن. خب ببینید خیلی ادامه داره، من هر چی برم این بازم همینجور تموم نمیشه و اینکه ادامه داره.
من برم این وسط، چون این وسط هیچکی غیر از دوچرخه دیگه بستن اینجا رو، خیابون ها دیگه قرار کنه اینجا دیگه اتوبوس و ماشین نیست، فقط برای دوچرخه ها گذاشتن. والا این چه زیباست. این موزه لور 2 ساعت یا 1 ساعت هم طول میکشه، میگم 2 ساعت ببخشن، 2 روز 1 روز و نیم طول میکشه ویزیتش، بخاطر اینکه خیلی بزرگه. اگه بخواین تمام قسمتاشو ببینین، اون قسمت هم لا دپانس اون تا و اینکه میخوریم به شانزلیزه. حالا مستقیم میرسیم، یه دور زدیم رسیدیم به اون چرخاله که بهتون گفتم طرف کنکورده. ببینین کنارش هم موزلو عالیه. باد میاد، با اینو مستقیم میرم. چند دست کنکورده، فضای کنکورده، این چند سیباز اون سمت شانزلیزه. اینجا هتل های که واقعا ببینین اونم میخوره به برج ایفل و شانزلیزه. اون سمت هم سفارت امور خارجه آمریکاست، اون قسمت نمیدونم پرچمش رو میبینین یا نه. اینجا ببینین آدمایی که این تو هستن همشون خواستن. خب ما اینو مستقیم میریم. وقت چایی استراحته، بفرما چایی. یک عروس هم داره از کنار من رد میشه، حالا بهتون نشونتون میدم کجاست عروس خانم. خب یکم استراحت میکنم چون 2 ساعت دارم پا میزنم، بعد حرکت میکنیم میریم. سکوت، سکوت بهترین چیزه. سکوت، آلالا، آرامش، تنهایی. اوف اینم BMW به من معرفیش میکنم. اوف و این هم من. اوف و آماده میشیم که با حرکت کنیم. Let's go. این هم دیگه است که اون طرف اون 1 ساعت پیش اونجا بودیم و این قلعه کوچیک اینجاست و قلعه بزرگی پشت اینه. بالا این هم از همون اولیت برج مونپارناس و اینو مستقیم گیریم که بخوره به برج ایفل که اون پشته. این رو هم اینجا قشنگه. چقدر زیباست. اولا قسمت دوچرخه هست. مستقیم بریم خواهیم به برج ایفل که اون قسمت الان نمیدونم میبینی یا نه. من از پشت این یعنی انگار این قسمت رو تموم کنم میرسیمش دیگه، میرسه به آخرش بهتون نشون میدم کدوم قسمت میفته. حالا این هم برج ایفل دیدین. و اون قسمت اون تا که میبینین، حالا نمیدونم دقیقا دیده میشه نه، این قسمت قسمتیه که دیانا تصادف کرده و یه سمبولی به حالت دیانا اون پرنسس لندن، اون قسمتیه که به حالت آتیش گذاشتن شعله برای اینکه ماشینش که تصادف کرده اونجا مرده، اونو به عنوان سمبل داشتن. این هم برج ایفل و اون هم کلیسای روسا که اون قسمت دیدیم. حالا بهتر معلومه این کلیسای روسا، برج ایفل و اون نمای که بهتون گفتم حامس آتیشه، نماد اونجایی که تصادف کردیم زیر پل دیانا. حالا این من و این برج ایفل. حالا